قیلوله در نیمروز خوابیدن، خواب نیمروز، فرهنگ عمید. قیلوله نیمروزان خفتن، خواب چاشتگاه، فرهنگ معین. قیلوله نیمروزان بین یزد و اصفهان به چرت عمیق اندر شدن و خوابهای آشفت دیدن، نویسنده سناریو. زولفاش نزنه نور اکبر آقا خدا حافظ ببخشید سلام سلام صاحب مغازه شمایی بله امردون چی چیه؟ میگم و همه این شیرینی ها مال شما؟ بله کپل شما رو نداره آقای شیرینی فروش بله شما این همه شیرینی رو چه کامو کنه؟ خب معلومه میفروشمش اگه کسی نخره چی؟ میخرم شیرینی رو همه دوست ندارم دختر میدونم همه دوست دارم ولی همه که پول ندارن دارن دیگه به اندازه نیم کیلو شیرینی که همه پول دارن حالا اگه نداشتن چی؟ دارن ببین شما چقدر پول دارن؟ ولی من خوب میدونم که همه پول ندارن خب از جهاتی حق با شماست میشه گفت بعضیا هستن که چطور بگم؟ پول کم دارن درسته البته بین خودمون بمونه در ما با این گونه افراد یه طوری دیگه معامله بکنیم یعنی چطوری؟ یه جوری که هم خدا راضی باشه هم بنده خدا به کسی نگیدم مجانی بهشون چیه نمیده مجانی یعنی مفتگی راست میگید یعنی ازشون پول نمیگیره نه عوضش خدا عوضمونو بهمون پس مده خدا ایشالا عوضتون بده بفرمایی ببینم دخترم اینا خیلی پول هستن بله البته بابای شما میدوند که شما این همه پول دارن بله
خودش بهشون داد، خودش گفت بیارن پیش شما. یعنی جایزه بهشت داده؟ اونه چیشین اون بالا؟ اونه بادوم هندیه، خیلی هم خوشمزه، خیلی هم مقویه سن. میگم خب یه خوده گیرونه. میشد یه پاکت بهشون بدین ها؟ یه پاکت چقدری؟ یه پاکت کوچولو اقدی. بله که میشه، چی دونه میشه؟ شما این همه پول داده؟ بله که میشه، خوب هم میشه. یه تو پاکت هم از این بدین آقا. چشم دینه بکشم، بله میشه. دختر خانم از این شکلاته که من درست کردم میخوای بدونم؟ اونا شیشی از اونا میخوام. باشه یه تو پاکتم از اون بده. از اینا نمیده؟ بفرمی اینم از اینا بیه قابل نداره بذارین دهنه دومو بوه بری کل دختر بخ خدا دیگه بسمه آخه اینا که درست نی. آفرین دختر بس. البته منم یک کمی بیشتر بدون دادم ها. که همیشه بیاین همینجا. دست شما درد نکنه دیگه، همیشه همیام همینجا. من دو مواظب باشین با هم قر قاطی نخورین، ممکنه خدا اینه کرده مرز قند بگیره. چش خداحافظ. به سلامت خداحافظ. بابا چقدر به چه شیرینه بود، مثل باق لبا این قطاب. خدا برا پدر مادرش نگرش داره. تلیفون کار داره. الو الو مغازه اکبر آقا. بله خودم هستم، چه فرمایشی بود؟ سلام اکبر آقا. سلام طاهر هستم. به به آقا طاهر چطوره؟ مکه مشرف شده بوده؟ چه تو مگه نه؟ آخه دیدم رفتی حاجی حاجی مکه، فکر کردم خدا خواسته و تلو. خجالتم میدی اکبر آقا، شرمندتم والا، دستم خالی. همین که طاهر ظاهر شده خودش کلی عصب به امید وریه. راستش خودم روم نشد بیام. خب 2550 تومن دستی رو میگم دادم دخترم برات بیاره. بشمر کم نباشه شرمند نمیشم. و اکبر آقا چی گفتن؟ طلبت رو دادم دخترم فرشته برات میاد. دست درد نکنه. 2500 تومن طلب خودمه؟ تا الان هم باید رسیده باشه. هر حال باید ببخشی چند هفته ای دیر گفتم باغ لبا نخیر؟ دستم خالی بود بدون تر. الو الو با من اکبر آقا نخیر نمیشه. اشبار بله چیکار میکنی؟ چیکار دارم؟ من دارم کار حساس میکنم، دارم موهرس میکنم، علفه یه حرز دارم میچینم. این دیل نمیکنم حرف مزنه. چی کار داره؟ بیجا مادر دیر شد. من نمیام. با بعد مادر خوبیت نداره. چی بده؟ وقتی میگی نمیام بعد دیگه خیلی هم خوبه دیگه. خوب سله ارهام رفتنه. سله ارهام نیم ساعت یه ساعت نه اینکه از صبح لشکرکشه میکنن خونه این طرف تو بوغ سگ که چی بشه؟ خب تو بیا یه ساعت بیا. من نمیام. بعده مادر خیلی هم خوبه پسر. چرا نمیای آخه؟ با کسی حرفت شده؟ نه خب نمیام، کار دارم حساسه کنم. پس چی شده آخه؟ برای اینکه حوصله بچه ندارم، هر جو میری پر از بچه هست مثل مور و ملخ. یه کلمه بگو ماشالله. بیگم که بیشتر بشن ماشالله نمگم، مهمونی هم نمیم.
بگو نمیخوام معاشرت کنم. بچه بهونه است. همش زق و زق، ونگ و ونگ و جیغ و فریاد. بزرگترم که بشن حق بازی و شیرین زبونی های الکی. مثل این دختر طاهر همین امروز تو دکون. اون که دیگه تقصیر خودت بود مادر. دختره یه بلا، اون که نگفته بود اومده شیرینی بخره یا نه، خودت بهش دادی. اصلا حوصله ندارم چند دفعه بگم نمیام نمیام نمیام. میذاری این یک تا سیبیل لام از سبومم بیچینمش مادر؟ برو دیگه ولم کن. بچه نمک زندگی مادر. نمک زندگی؟ پس بی خود نیست همه جا دیگه شورشو در آوردن. خلاصه که خوب بهونه پیدا کردی مادر، با همین بهونه پای ما رو از همه جا بریدی. صبح تا شب باید قوقو کنج این خونه بشینیم. باش مادر، این خدا بیامرزا پدره، پدر بزرگه، اونا که آرزوی عروسی تو رو به گور بردن. موندم من، ایشالله که عاقبت به خیر شی مادر. صد دفعه گفتم اگه شما میخواین من آخر عاقبت به خیر بشم، یه تا زن ناز رو پیدا کنین تو من همین الان عروسی کنم. عاقبت به خیری یعنی بچه؟ تازه رو پیشونی کدوم دختری نوشته بزاد یا نزا؟ اصغر که میگفت تو اسفان. اصغر میگفت؟ آخ کاشکی از داداش اصغرت یاد میگرفتی. 7 سال از تو کوچیکتره، 10 سال زندگی به هم زده، 4 تا بچه داره مثل نقل و نواد. پس بی خود نیست که نقل و نواد گیر نمیاد. اصغر 4 تا لنگ نقل و نواد تو خونه احتکار کرده. برو مادر، من که میدونم دردت چیه. دردم چیه؟ برو از خاله کبرات بپرس. ناشکری میکنی مادر با این کارات. اون چه خدا خواسته باید بنده هاش که ما باشیم انجام بدیم، وگرنه قهرش میگیره. حالا ببین کی بهت گفتم. باشه بمون تا ببینی. گوشی رو بر نمیداری؟ من دستم بنده عزیز. ببین کیه؟ من کفش بابه آخه. یه تا تلفونم جواب نمیده. میبینه من کار حساس دارم. الو الو اصغر تویی؟ سلام چی طوره؟ عزیز اصغره کجاست؟ کجای اصغر؟ اصفهانه. با من کاری داره؟ گوش کن اصغر، عزیز داره میره بیرون، کاری باشش نداره؟ بیر کن داداش. عزیز میگه کاری نداره. سلام میرسونه. سلام منم برسون. مغازه؟ آره تو مغازم، اما کاسه بی خبری نیست. چه عزیز کجا رفت؟ رفتش خونه زینت خونو. الو یه سری برو خونی خالی کبرا. خاله کبرا؟ آره بگو خالی چلا کیلو 23.5 بیشتر نمیخرن، بدم برد یا نه. کناراش هم 7900. 23.5 7900 آ اونم وعده. ببین اگه راضی شد چه کاشم خودم ور میدارم. سهندم. خیلی خوب. راستی بچه ها چه تورن؟ زن داداش حالش چه توره؟ خب دستی همو جونشون از دور میبوسن. دادا حرفی اصلی، حتما تو هم دوباره میخوایی بگی چرا زن نمستونی؟ نه ولی مهمونای حضم اتیشم بمیرسن. خب نمیخوایی یه سر بیای اصفهان؟ واسه چی؟ داخل خوهرزادشم میاد. تو عزیز سابق بر این هفته یه بار به کلتون مزن، حالا یه روز در میون. من چه کار دارم به خوهرزاده حاج مهدی؟ ببین دادا درست مثل سی بی اس که با محبوبه دختر خاله هم وسط نصف کرده باشم. جفتی هم میگم برو سر اصل مطلب. اینو که قبلا هم گفته بوده. قرار بود خبرت کنم چه کردم.
کسی برات سفره عق نچیده است که؟ خیلی خوب میای؟ از خر؟ راستی میگی شبیه محبوب خاله هست؟ جدی میگم جونی دادا، هر کاری میکنی بکن، فقط مس و مس نکن، یا آره یا نه، خلاص. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، وظیفم بود کنه. خاله کبرا، نری تو. سلام علیکم آقا. خوشحالم انشالله. خاله کبرا. سلام خوب کارت دارم. وا، توی اکبر. میگم کیه منو صدا میزنی؟ سلام خاله. سلام خاله جون. گوشت سنگین رفته، گلوم پاره شد خو. پیریه دیگه خاله. خاله چطوره؟ چطور میخواستی باشه؟ تو این خونه شدم، جغد و خرابه. دورت جون خاله. از قرپی گون فرستاده بود. اومدم به تو خبر بدم بابت اون فرشو. خب حالا یه دقیقه بیا تو. خب باید برم کار دارم. میلته خاله، به اصغر بگو هرچی خریدن بده، پولشم نگر داره پیش خودش. میگم خاله ناراحت نشن، میام یه دقیقه مزمه به تون بشم وسیله نقلیه رو بیارم تو. خاله سردماغ نیستیم رو چیده؟ چی میدونم، چند روزه یه چیزی مثل سنگ اومده نشسته سر دلم. چی بگم؟ خب کار داری برو. داری بیرونم مکان خاله؟ نه دیگه، دختری دارم که بخوام زیر پات بشینم. نه دیگه دل خوشی برام مونده. چرا خاله ایم را که دیگه خاله، میگم گل و ملونات کم اوک شده، کجا گذاشته؟ نوم یکی هست؟ بعد یه ماه که چشم به راهشونم، تازه نامه فرستادم. محبوبه، میگم که گالی رو 23 اونیم بیشتر بر نمیدن، یعنی 23500 تومن. ور دارن، ور ندارن، چه فرقی میکنه؟ حالا چرا میخوای بفروشی خاله؟ یادگاریه خب؟ هر وقت چشمم بهش میافتاد دلم میترکید. گلای روز شده بود جا پای محبوبه، انگار با پای خیس باز از تو حیات دویده باشه رو فرشا. از 2 سالگی تا 15 سالگی گله به گله روی قالی، گلای کوچیک و بزرگ. ای بابا، ما هم یه چیزی پرسیدم. خب از من و محبوبه که گذشت، تو یه فکری به حال خودت بکن. پاشم پاشم برم یه استکان چایی برات بیارم، داریم پیر میشیم هممون، یکی پیر یکی پیرتر. محبوبه مثلا اومده بودیم خونه خاله، یه خورده دلمون باشه، بدتر غم بود گرفت. خاله! چیه خاله؟ مگم زحمت نباشه، من مباس برم. بمون اقلا یه چیزی بخون. کار دارم، میخوام برم در مغازه مشره احمد. چی کارش داری؟ من که کاری ندارم، سپرده بود هر وقت میخواستم برم اصفهان یه سری بیرم پلوش، میترسم حالا بره برم نمازو ببنده. راستی خاله؟ بله. گفتی از خر پول فرش رو پیش خودش نگه داره؟ آره خاله، آره. برای چی؟ کسیو که ندارم خاله، پس فردا که سرمو میذارم زمین اقلا رو زمین نمونم. این خاله هم که با محبوبش ما رو کشت. سلام اکار آقا. چی توری مرتضا؟ چقدر
خسته نباشه مشرف. سلام علیکم مشرف احمد. چی آویزون کده؟ به به، سلام علیکم اکبر آقا. کم کم ها داشتیم نگرانتون میشدیم. خب برای چی نگران؟ فکر کردیم یقینا مرحوم شدی که هرچی برات پیغم و پسخم فرستادیم نیومدی. خدا نکنه مشرف احمد، توزه دادیم پنچری دو چرخمونه گرفتن، میخوام کلی از زندگی لذت ببرم. خب الهی قربونه که چم، یه تارم پیدا کن پنچری ما رو بگیره، ما هم رو بلا بشیم. خسته شدیم بس که به کلید کهنه و قفل شکسته بر رفتیم. اینشالله درست میشه. میسین که با من کاری داشتین مشرف احمد. بفرمایین مش زحمت، چون هر وقت ما میفرستیم دنبال اکبر آقا یه کاری باهاش داریم. اختیار دارین مشرف احمد. کجا گذاشتمش؟ اینهاش پیداش کردم. ببین اکبر آقا چه نامسلمونایی پیدا میشن. بفرما نگاه کن. این چی چیه؟ یتو صد تومنیه ناقص الخلقه. یتو صد تومنیه چی؟ اکبر آقا، اکبر آقا کجا بالا داری میره؟ خوب به این هیکل نگاه کن ببینی؟ ها، حالا این صد تومنی را هم خوب نگاه کن. یه از خدا بی خبر، از خریت ما با خبر، این صد تومنی بدون گوش و بدون نمره رو قاطی کرده با چند صد تومنی دیگه، اندخته به این هیکل رعنا اما بی معنا. دور از جون شما باشه مشرف احمد. حالا شما باز یه تا زحمت رو واسه ما بکشید. بفرمایید. این صد تومنی انداختنی رو تحویل میگیری، تا میکنی، میذاری تو جیب بغلت. چش، بفرمایید. رسیدی اصفهان، مؤدب و مرتب تشریف میبری بازار خدمت اونایی که اسکناس نصفه و کهنه معامله میکنن. فهمیدم مشرف احمد. یا تو گوش صد تومنی برای اسکناس پیدا بکنم. باری کلا به آدم فهمیده. صد دفعه گفتم بازم میگم، بیشتر آدمای چیز فهم اسمشون اکبر آقاست. گوشت با منه ها؟ این ده تومنی رو بفرما، منباب انعام میدی به طرف و صد تومنی رو صحیح و سالم میاری تحویل میدی. چشم. قبوله؟ چشم مشرف احمد، ممنونم. سفر بخیر، انشاءالله عروسی. تو هم چونک بکن. اسفان هری چند چند یال نوادو یال حالا را میفته بودو امو تو مارچه دیگه. اسفان امو تو جاده وقتی برو امو تو مارچه دیگه. اسفان بودو بودو اسفان آقا تو مارچه باش ماما این سفر چه بدونم هره بودو ماما برو رقه کنه. میخواستی چند تا از جعبه شیرینی های خودتون ببرید؟ این همه سال مردم از شیرینی های تو بله برون استفاده کردن، خب بذار یه دفعه خودت مزهشو بچشی مادر. حالا کی خواست بیره بله برون؟ گفتم که یه تا کار اصفهان دارم. چه کاری بهتر از خواستگاری رفتن؟ ببین مادر نگاه کن بیچه همانه دیگه، مثلا سر کل هم لباس هم پاره بکنن زر حرفه که در مادر من خونه. دیدی که؟ مادر میخوایم هم آرزو به دل نگه داری. باش عزیز، اگه خواستم تو لنت بیوزم گردنم تو هم خبرت میکنم. وا نگو مادر، توق چیه؟ زن نمک زندگی. قبلا که میگفتی بیچه نمک زندگیه، بالاخره مونا فهمیدیم به چی سازت برقص. خب هر دوشون هستن دیگه، چه میدونم مادر، چقدر ازم سوال میکنی تو هم؟ مرز شوخی گفتم، گفتم نمه رفتن یه خورده بخنده. باشه هر دوشون نمک زندگی هم، دستم که به نمکتون رسید خبرت میکنم. خبرم کن مادر، به هر جهت زنگ بزن خوشحالم کن. چشم.
خدا حافظت باشه. خدا اسمان برو خونه دیگه معتن نه. اکبر آقا به سفر می رود. خب یک دو سه و چهار و پنج و شیش و هفت آقا صدق هم رو رو گرفتی خوب بوجا بده من اکبر آقا بیکن من دوست دست بزنی نمیدم دست بزنی 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 چه مکافاتی داری ما کجا بس بشینم بشین اونجا اونجا ببین اونجا آره پهن اون پسره اصفهان عزیز برو دیگه برو خدافظ اصفهان فاری بادو اصفهان اسمان بادا 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 رامه ده به شاخا به پا شاخا به پا اینا اینجا باشه بادا اسمان صدا بزقانه ببینم کی باز آورده است تو ما بله بابا 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 اینجا اتوبوسه وقتی برای پیادش پیادش میاد خب کی راشه بسون جونو نمیشه راش خودم قربونت چم دیدم گفی داری نمیشه با نگاه کن مرغ خروسم چه داری امو پیادش پیادش مردمو عصبانی میکنی حالا خب کسی چیزی نگفته کسی شکایتی هم نکرده تام کی راشه بسون جونو نمیشه وقتی بیا پای مینم بیا بیام بیا با شاخا بلکن چی شده عباس آقا این تیز رو باده برده خوردم کجا میخوا بری همو مخوام برم یخی رو باید کرم به دروازه دم دروازه پیادت میکنم بشین آقا نگاه کن بابا سلامت ده بابا نگرد در دیگه رفت کن باید بزنم کنار باشه ده نگرد آخ آخ دستم آقا صادق بابا آی امو فرما باشه پیاده شو تا حالا نمیشود حالا خود یه اصش نمیشه چرا؟ آخه یه تو مرغ و گمگر اخترفته زیر این صندلی مندلیا خوب راشو بلدیا بودا بریم آقا صادق بریم اسمان اسمان بودا آیا امو بله اون مرغ و خروس ها رو بردار بده مردم بشینن این مرغ و خروس ها که میبینید با دیگرون هیچ فرقی ندارن کرشون هم دادن خب مگه مرغ و خروس هم کرایه مده میشه اون شوفر خدا نشناس که مستونه بپر خب حالا چقدر کرایه داده قد شما بله اکبر آقا چرتی می شود محبوبه 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 هر وقت چشمم به اون قالیچه می افتاد دلم می ترکید گلای روش شده بود جاهای محبوبه از من و محبوبه که گذشت تو یه فکری به حال خودت بکن داریم پیر میشیم اکبر آقا خام میشود ببخشینا خیلی خیلی معذرت میخوام خیلی معذرت میخوام ببخشینا برادر شما چرا کار مولا نصرالدین میکنه من که از اول گفتم خواهر بیاد میشینه بچه‌شم بگیره تو بغله خدا خیرتون بده مواظب بچه باشین بیدار نشه من میرم کرایه رو بدم و برگردم بیدار شد صدام خیلی من الان برمیگردم آقا صادق آقا صادق بچش پای گندش در نمیشه بوجا چی جوریه عجب خانواده و خیلی شیرم که ندارم بهت بدم به چی چی کار کنم بیا خوب خوبه اسمان بیا بیا بشین چیزی جا نذارین بفرمایید سلامت بیا چمدون از اینا بگیرید
آقا این به چه مالکی بود؟ اکبر آقا گرفتار میشه. این بچه رو ندیده؟ نه مگه مال خودت نیست؟ نه نه بابا، یه زنی اونو داد. خب یعنی مادره بچه اونو داد بغل باباش، باباش هم گذاشت تو دامن من که براشو نگرش دارم. خب اگه قبول کرده بایدم نگرش داری. نه بابا پیش خودم که نه، تو اتوبوس. ببینم نشونیاشو یادت مونده؟ نه اما اگه ببینمشو میشناسمشو. نه دل نه دیگه. یعنی چه؟ یعنی که اومدی یا نسازی یا چه موقع بگی؟ میخوام بگم جنابالی صاحب یه بچه توپل مپل گوگوری مگوری شده که الهیموش بخوردش. نگاه که خانه خوده میگوره. چی میگی؟ میخوام بگم تازگی ها این مدلی بچه را سری را میذارن. تازه اون هفتم یکیشه داشتی یا قمر بینی هاشه. فقط از من به تو نصیحت، پا دا تو کلونتری نذار. کلونتری نرم؟ نه پس چی کار بکنم؟ خودت از کسوفه پرد کن اما کلونتری نرو. چرا؟ کسوفه؟ جوش میاری. اون بابا هنوز نیمده بیرون ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. پس چی کار بکنم من؟ بزرگش کن. یه وقتی دید نابغه عذاب در اومه مثل خودی من. نابغه؟ مثل چی نابغه آلی؟ آره مگه من چمه؟ چت نی؟ سلام علیکم. به کجای؟ بگرشت کلافم کرد. کی اومدی؟ این بچه مال چیه؟ مال هر دومونه. مال هر دومون؟ برو بقل عمو. این کارا چی اسم میکنی؟ عمو کیه؟ من عمو هم نیستم مرد حسابی. شکست رفته نکن بچه، بیشتر از هر چیزی به عمو احتیاج داره. بگیر بالاخره میخوای بگی موضوع چیست یا نه؟ همین؟ تو هم به همین مفتی گذاشتی که در برم؟ فرشای خاله هست. آره چی گفت؟ نمیدونم ولی فعلا نگرشون دار. 23.5 اونم خونه ای پرشه. فعلا یه قدی دست نگه دار. حیفه یادگاریه، شاید خودم وریشون داشتم. البته تو 23 و 24 و 25 اینا هم ورش میدارم. از قرقه هسته؟ پوشو شگرده چرا بچه را برد بکنه؟ پوشو برو تو پوشو. به شگرده حاج میتی چیشه مربوطه؟ پوشو حالا بعدم برای توضیح. چرا همچون بکنی منو کجا بفرست؟ صدا بچه هم در نهیده. سلام از قرقه. به به چی توری کامبیز خان، حالا خوب است؟ ورده بریم تا برای تحریف بگم چطور شده. بیا بریم کجا برم؟ شما همین الان اومده؟ چه دلی دارن به خدا، بچه مثل دست گلو میذارن سر را. سر را که نزنده داشت، میذارنش تو بغل من بدبخت. شیرینی پزی که من یه شیرینی یه بچه رو ندونه میباسم این بلا سرش بیاد. اگه از من میپرسین همه تون خیالاتی شدین، هیچ عمدی در کار نبوده.
الان مادر بچه داره در به در دنبال بچهش میگرده. آهای جلاد، این متعلقه قدیمی رو با این تفکرات نامربوط به بلب باغچه زیر گل خرزهره یه کف دست آب به او بخورن، سپس سرش رو چون دسته گل گوش تا گوش پخ پخ کن، آنگاه متعلقه خوشفکر که صاحب کمال و صاحب جمال باشد به حواله نکاح ما درآور تا بقیه عمر را انشاءالله آب خوش از گلومان پایین برود. یا رود؟ روات باز فیله آقا جون یاد هندستون کرد. جون به جونت کنم فقط به درد مسخره بازی در آوردن میخوری و بس. خواهش میکنم خانم، اینا که شنیدی تماما فرمایشات شاه عباس کبیر بود در پیس شاه عباس و پیر پاردوز. شما وقت گیر آوردین؟ ناسلامتی، شب جمعه میخواییم بریم بله برون. خب میریم بله برون به جای خود، شاه عباس هم به جای خود. آدم باید فرمایشات بزرگان و آویزه ی گوشش کنه. بابا هیچ عمدی در کار نبوده، یه تو بچه گذاشتن رو دست ما، حالا هم میباس یه فکر اساسی کرد. میگم چطورش ببریم تحویلی کلام تریش بده؟ بعدم میباز تو قیوم قیومت بیریم و بیایم حساب پس بده. فرمایش میفرمایه؟ اونم تو این هیر و ویر. نه مادر مصلحت نیست، لب تر کنی خبرش تا دروازه کرمون یزد میرسه. نگهش میداریم تا بله برون تموم بشه، بعدش هم خدا بزرگه. میگم حالا ببینید تو اون بخچه کوچولوی عمو اکبر چیچی برا ما سوغاتی آورده. ایوا راست میگه از قرقا، بده ببینم مادر اون بخچه رو. بیا تو بخون ببینم چی نوشته. جان شما و جان این بچه، البته اگر اسمش رو عزیز بگذارید خیلی بهتر است، چون این بچه واقعا عزیز پدر و مادر می باشد. البته ثواب دارد، همه تان عاقبت به خیر باشید، ما هم عاقبت به خیر هستیم. بچه را به شما و شما را به خدا می سپاریم. خدمت اکبر آقا، اصغر آقا و آقای دشاد، یعنی بنده انسان مؤدبیست این موجود. عرض سلام دارم، باقی بقایتان خاک عالم بر سرتان، بچه دار شدید مبارکتان. دست شما در نکنه. بمیرم الهی که زجر کشیدم از بچه‌شون دل کندم. حاج خانم چرا نمیفرمایین بنده الان دارم چه زجر مکشم؟ لابد به گوششون رسیده است که تو بچه خیلی دوست میداری؟ بله مار از پونه بدش میاد درلونشم. ای بابا کاریست که شده، فعلا دستور میفرمایم جهت رفع ملال خاطر حاضران نوازندگان بنوازند. بنوازید. قبول بفرمایید، نه اینکه داماد خودم باشه بگم، نه اصغر آقا شما که بهتر میشناسیدش، حاج آقا گل سرسبد بازار اصفهانه، باعث افتخار خانواده بنده است. اکبر آقا برادر بزرگشون که یه خرمن گل نسترنه. اختیار داره ناج آقا. شما فرمودین اون لچک تورنجیه؟ بله گفتم که از آقا مهدی اون لچک تورنجیه جفته. بله اینو که دفعه پیشم گفتین، منم گفتم یه چیش به کار ما میاد. آیه تکی قابی نقشی ماهی دارم که اگر بپسندین کاری ساروغ است. خوبه؟ قیمتش حکمان بالا. شما ببین بپسند از طریق قیمتش حاج آقا نشاط خودش نظر میده. نظر بنده اینه که دست جمعی تشریف ببریم سر اصل مطلب. حرف حساب همینه. صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وا دوماد زن داره که وای وای فروغ زمان فروغ زمان با من آره شما یه تا که پا بیا اینجا ببخشید خواهش میکنم ببخشید چه خبر شده عذرا خانوم چرا سر و سینه‌ای من این دومادو میشناسم وای منظورت چیه خدا خواست ملیه جون سیاوخ نشه یا باب الهوائج پتشم همینجا رو بیفته قاچاق چیه کاش قاچاق چی بود دوماد زن داره خودم با چشای خودم دیروز تو اتوبوس دیدم بچه‌شم بغلش بود سابق بر این که تئاتر برو بیایی داشت پیش می اومد یه پیس 6 ماه روی سن بود هر شب سالن لب به لب تماشاچی بود جمعیت از سر و کول هم بالا می رفتن هر کی به فکر خیشه کوسه به فکر ریشه نه خیر خانم اتفاقا این موضوع خیلی هم به قضیه خواستگاری مربوطه حالا چطور عرض می کنم تو بعضی پیس ها ما به بچه قنداقی نیاز داشتیم از بین تماشاچی ها یه بچه قنداقی قرض میکردیم ولی قرض میکردیم تعجب نکنید البته بعد از نمایش تحویل صاحبش میدادیم چند تا بلیت افتخاری هم روش حالا میگی که ما هم این کارم درسته راه بیفتید ببینید تو کدوم یکی از این تئاترها بچه قنداقی لازم دارن بچه رو بدید و فلنگ رو ببندید درسته. دیگه اون اطراف هم آفتابی نشید عجب چه لکی البته باید یه تئاتر شلوغ مثل اون وقتا پیدا کنید مشکل کار همینجاست چون این تئاترها 40-50 تا تماشاچی داره که همشون با کارت افتخاری آمدن و وسط کارم بلند میشن میرن خوبه خوبه تم با این نقشه ها و راه حلات میگم به جای این صحبت ها بشینین یه فکری به حالی آب روی منو یه فکری به حالی این بیچاره بدبخت بکنین ای بابا این شهر پر از دختره خواهرزاده حاج مهدی نشد خواهرزاده حاج محمود این دختر نشد اون دختر اگه واقعا اهل زن گرفتن بله. باشی تو این شهر دختر زیاد پیدا میشه مهم اینه که حرفاتونو یکاسه کنید و تصمیم بگیرید حالا اونا هم زن هستن و حسابشون هم جدا دهنه آدم پر میشه ده خالی میشه میگه حج مهدی داخل بگو مردی حسابی تو چرا عقلت رو میدی دستی 4 تا زن تا بوده همین بوده بله با 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 صد رحمت به کلیا و همومیا ما رو باش میخواستیم با چه قومی وصلت کنیم به قول قدیمی ها تا چرخ فلک بر سر دوره است هر شب همینطور است به عقل ناقص بنده اینطور میرسه که اول یه فکری به حال اون بچه بکنیم بعد راه بیافتیم بریم خونه خواهرزاده حاج آقا خواستگاری و بله برو به هر حال اسم شهرمون هست اصفهان یعنی چیزی درش نمیمونه پنهون اصلش میدونین شیشیه خر من از کور ریگی دوبنه داشت فردا یه تو بلیت دارم خریدم دارم انجام بدم اصیش خریدم نما کنم سفرش مش رحمت انجام بدم برم یه از اون شما و اونم بچه و اونم خواهرزاده اینو خواهرزاده اونو اونم دختر اونو دختر اینو بله برونو عروسی و خواستی کنی و هر کاری که دلت بخواد بکنی بله چی تو شد؟ من بخشین سب تو منی کجا تعمر میکنن اون برای 4 سو من 70 میخرم در عرب میشه اسمت چیه؟ قنونه نه 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 نومت چیه نومت؟ اکبر خونت گوچی که ولی اسم آوازت بلنده راز دلتو به همه واگو نکن عزیزم نظر داری ادا کن عزیزم یه مادر و دختر حسرتت رو میخورن یه نفری کار 50 نفر رو میکنی حرف و سخن و کارت همیشه شیرینه به ناکسون خوبی کردی چپ میری غیبتت میکنن راست میری مذمتت میکنن آقا رأیت باشه کلتو میدی نباشه هیچی نمیدی یه نفر میانه بالا تقاضایی ازت داره ردش نکن خواهشش رو ادا کن چش ای آقا
رفیق ناکس نگی، رفیق قلطاق دو من برنج تو خونت میاره، میگه دو خروار آوردم مرادت بده. دست در نکنه بودم چون راست مگه خواه بودم محکومک بکنم بودم محکومک بکنم. هنه میشه فال بارم بیدیم بشیم ببین آقا آقا با من حسن خواه؟ بله خدا خیرت بده، خیر از جوونیت ببینم. چشم اجازه بدین تو ست تو منی بدون بدم. نه برادر، نه داداش، من گدا نیستم، تو این شهر آبرو دارم. پس چی میخواستین خواهر؟ چی میخواین؟ همه چیز رو برات تعریف میکنم، اگه به دلت برات شد کمکم کنی بکن، اگه نه تو رو به اون همه مقدسات عالم قسم اگه این موضوع رو جایی تعریف کنی. چی موضوعی؟ خیالتون راحت باشه، مطمئن باشه. 7 سال پیش توی می بود بابا منو به عقد پسر شریکش در آورد. هرچی همه بهش گفتن ما وصله هم نیستیم گوش نداد. 1 سال نکشید کارمون به طلاق و طلاق کشی کشید. پدرم مرد و منم درمونده و بیچاره اومدم اصفهان. اکبر آقا خام خام می شود. یعنی طلاق نامه دستی قبول میکنن؟ بله، خود حاج آقا عبدالکریم گفت. امروز وقتی چشم به شما افتاد نمیدونم چطوری بگم، فقط میدونم یه نفر اون بالا جای حق نشسته، نباید راضی بشه یه نفر رو زمین انقدر سرش بکشه. اوه منم باشرم، منم آرزو دارم، منم. طلاق مثل این نخه، وقتی پاره شد پاره شده، دیگه هیچ کس نمیتونه اونو به وضع اولش برگردونه. پرده حرمت از بین زن و مرد برداشته میشه. اما هنوز به من نگفتین که مشکلتون چیه. حاج آقا ما که بچه نیستیم بخوایم از سر بچگی حلال خدا رو حروم کنیم. باور کنی نمیشه حاج آقا، هر دومون فکرامونو کردیم، هر روز دعوا، هر روز مرافع. باور بفرمایید حاج آقا، حتی اگر سر سوز نیروی چاره بود من یه فکر دیگه ایمه کردم. خداوند ارحم الراحمینه، ما هم که بنده های اون هستیم باید نسبت به هم بخشش و گذشت داشته باشیم. حرفتون که حقه، باور بکنین حاج آقا شما جای پدر من هستین. این مطلب رو از ته قلبم میگم، من آدم عصبانی مزاجی هستم، چند بار پیش اومده که موقع دعوا اینقدر از خودم بیخود شدم که دنبال یه چاقوی تیزی میگشتم که بیزارم. البته در مظهر حضرت عالی جسارته، ولی حقیقتا میگم یا شکم خودم رو پاره میکردم یا گلویشون رو. استغفرالله ربی و اتوب الیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حقیقتو میگه حاج آقا. قبالتون کجاست؟ از روز اولم قباله نداشتیم، پشت قرآن نوشتن و امضا کردی. لا اله الا الله. یا الله، شناسنامه که دارین؟ بله. بفرمایید. خیالتون جمع حاج آقا بنویسه. بنابراین من یک اقرارنامه می نویسم و شما امضا می فرمایید. چطوره؟ همینه می نویسه؟ حاج آقا دیگه ما با هم تفاوت اخلاقی نداشتیم. شما اینجا و اینجا رو امضا کنید. بله، چشم.
خسته نباشه. شما بفرمین خواهر. بله. شما اینجا و اینجا رو امضا بفرمین. بفرمین حاجقا. خیلی ممنون. خیلی ببخشن حاجقا. خدا خیره اون بده. خدا از بزرگی کمتون نکنه. چقدر باید تقدیم بکنم؟ ای آقا قابل نداره. خواهش میکنم. هر چی دلتون خواست بدین. بفرمایید. وقتی رجوع کردین انشاءالله تلافی میکنم. به این آقا اکبر آقا گرفتار گرفتار نه بچه ها دارم نه پول دارم حاج آقا. میگه اینم بچه هر کی خربوزه میخوره پای لرزشم میشین. بچه کجا از قدیم و ندیم گفتن از هر چی بدم اومد به سرم اومد. به عبارت دیگه مار از پونه بدش میاد در لونشم سبز میشه. آخه شما که بچه نیستین اکبر آقا. آدم عاقل به همین راحتی خام میشه. اومدی حسابی فکر نکردی بابتی کار حرفی دروغ میگیرم میندازنه تو هول افتونی؟ 40 سال آزگار خاک صحنه خوردم و رول بازی کردم تا حالا همچی آکتوری که اینقدر طبیعی بازی کنه ندیدم. دست مریضات ای والا. اقلا میخواستیم برین دنبالش ببینیم با کی بوده کجا رفته. خدا پدرت اونو بیامرزه. یک رب تموم همون جا بچه به بغل خوشکم زده بود. اگر من در صحنه بودم همونجا یه جایزه سی مرغ بلوری بهش میدادن. سی مرغ بلوری شیشیه؟ اهل سینما نیستی عزیز من وگر نمیدونستی چی بعضی ها برای گرفتنش سر و دست میشون. آدم یه قدم ساده میشه. بله شادم به خاطر حرف فال گیره بوده. گفت اگر میخوای گیره از کارت باز بشه برو گیره از کار یه بند خدا باز کن. بله کاملا درستی. تو کدوم نمایشنامه بود من میگفتم از سستی آدمی زاد گرگ آدمی خار پیدا میشود. بلا خب حالا ببین تو قنداقش یاد داشتی نامه آدرسی پیدا میشه یا نه. ایوا راست میگی. بینه بینه اینم یه نامه. بله خط بابای بچه هست. نوشته من این بچه را از روی ناچاری و بابای فخ... بچه؟ بله. خدا رو شکر خیالم راحت شد. عجب بچه یه اصلی. میگم دادا خوب بدونی خرج مخارج عروسی صاحبی دوتا بچه شدی یا دیگه زن میخوای چیکار؟ راجبی کار حاج مهدی باش صحبت چیه؟ حاج مهدی یه نفر رو فرستاده گاراژ تحقیق کردن. خوب کی؟ که پیغون فرستده با کلی معذرت خواهی. یعنی که چی؟ یعنی فردا شب شام دعوتمون کرده خونه شو. ای بابا با این حال و اوضاع کی حوصله مهمونی رفتن داره؟ باشه برای یه وقت دیگه. نریم یعنی تو زدیم جانم. وصلت بی وصلت از قدیم و ندیم گفتن برهنه باکی ندارد زره زن. بفرمایید. ایشالله چه به دل نگرفته باشی. اکبر آقا هم درست مثل پسر خودمونه. پسرام هیچ وقت گله از پدر مادر به دل چی؟ نمیگیرن. میگیرن اکبر آقا؟ بله بله نخه یعنی حاج آقا واقعا به گردن ما حق پدری دارم. خدا خیرت بده. البته از خراغاز که خیر شما رو زیاد کرده بود. بفرمایی شما اول بفرمایی اونده چه ترندی گره لبشم یه را چی کار کردی؟ هست هز اقام منتها جفتت گفتم که بدون اون دفعه هم چه میگفتی جفته؟ ما چشمون دنبالی لنگشه میخوام اندازمش اینجا رو پشتی؟ باشه طوری نیست میدم فردا به تو بیارن خونه. یا الله باید خودشون باشه. اخوی هستن ازشون دعوت کردم حتما امشب تشریف میارن. کی بود؟ حاجی آقا بچه ها بودم.
عجب. یا الله بفرما 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 پیداشون میشه دیر نکردن. یا الله میگم حاج آقا منتظری خویدون هستی؟ نه نه با اتفاقی که اون دفعه افتاد فکر کردیم ایشون حتما این مرتبه اینجا باشه. آقا وجودشون تیمون و تبرکه، نفسشون حق، خدا حفظشون، خدا حفظشون کنه. نمیدونی آقا هر کس عقیده‌ای داره، عقیده ما هم به ایشونه، همه فامیلشون عقیده داره، قدم عجیبی ایشون داره، از محالات توی عروسی قدم بذارن و عروس و دوما سالیون سال بینشون کدورتی پیش بیاد. بله سلام علیکم. یا الله حاج آقا خوش اومدین. صفا آوردین. یا الله بفرمایید بفرمایید. یا الله یا الله یا الله. سلام علیکم. بفرمایید. داماد ایشون هستن. عجب ایشون دامادن؟ یا کامره بینی هاچه بابا فکر کور آمه تقصیری نداشتم اون سر ناکس بود بدی. وای خدا چیجور دوزی بدم پس اجازه بده من کفشم کفشم بودو رو برداری کفشم گذارم بی خدا من چی کار کردم ای خدا. جدی حد میتی؟ گفته بگو منم میگم. هی دادا شجیده حد میتی داره میاد اینجا اگه اومد بهش بگو رفت اسم نو این اون طرف ها حالی دست خراب نکنی ها. سلام علیکم. سلام چه کرم اسقر آقا نیستم؟ چه کارش داره؟ یه پیغمه از حاج میتی براشون آوردم. رفتن نا این اصلی برمگردن. خب سلام برسونین. شما برادرشی؟ آره. چی تو مگه؟ حاج آقا گفت دم گوششون بگن گوشت نبرین جلو. شنبه چطوره؟ شنبه چطوره؟ همین؟ بله خودشون خبر دارن. شما فقط بهشون بگین شنبه چطوره؟ این یه جور احوال پرسیه یا پیقام پس قومه فرش فروشا یا چیز دیگه؟ شاید هم احوال پرسی باشه. شما از خودشون بپرسیم. خودشون میدونه بایزه مرز قند میگیری از اون بخور. ای بابا خدافظ خدافظ. رفتش؟ چی گفت؟ درست نفهمیدم. گفتن که به سرکار بگم حاج میتی گفته شنبه چطوره؟ اکی مذهبه دا شکر. آخه نکنه شنبه حالشون خوب نباشه. دست بردار بابا تو هم نکنه با چیر میخورون دعوت کره. ما میخواد به حساب بذاره. چی رو؟ چکه 5 میلیونی رو میگم. حالا اومده بود که از تو بپرسه ببینه ساعت داره یا نه. خب بیذره به جهندم از سری گوری بابام بیارم تا شنبه 5 میلیون تو من جور بکنم. وضع پدر زنت که بد نیست فعلا ازش بگیر تا بعد. بعدی یعنی چه؟ این وقت گله نه من چه میدونم؟ به من چه؟ این نمیدونم کاریای تو. ببین آدمو تو چه چلی میندازه؟ ببینم سرکار که میفرمودین چک و سفته ای دست حج میتی نداره؟ ها؟ حالا میگوی چی؟ پدر زنه غیر از مرگ که چاره ای نداره هر دردی بالاخره چاره ای داره. با یحیی صحبت کردی؟ با آقا یحیی که صحبت کردم بماند با بقیه هم صحبت کردم. آقا جون اونا چی میگن؟ چی دارم بگن عزیزم؟ دو تا راه بیشتر وجود نداره. لابدی اگه 3 بچه بودن 3 راه وجود داشت. یا باید راضی باشیم به رضای خدا و بزرگشون بکنیم یا دست شما درد نکنه. سر پیری و معرکه گیری همینمون مونده بود. بله همینمون مونده بود که من و خواهرم بشینیم کنشویی کنیم. یه تا راه دیگه اشیشی حاج آقا بسپارمشون دست خدا. خانم جان خب شیچه میشونو سیر میکردی که یه وقت گیریه نکنند. خیالت جمع باشه
هم زیرشون تمیزه هم حسابی سیرم. آخه نفری هزار تومنم گذاشتم تو قنداقشون. بمیرم الهی. خود میدادین از خرشم به چک داره بیچاره. تو رو خدا مواظب باشه. طوری نمیشه خاطر جمع بده من بگی تو هم. به خدا سپردم تو. از یه جایی بریم که خلوت باشه. از پشتی کارخونه میخوام ببرمت. در زمون مسجدی متولی دارد که تا لنگی زور خوابه. حالا برای شیشی یواش صحبت میکنی. نمیخوام بیت چه بیدار نشید. همینه برو من مرم تو زودتر چرخه دا پار کن بیا مادر امین در مسجد رو قفل میکنم بیو دقیقه اقد معطل نکن تو برو کجایی چکار کنی همینجا خوب است دیگه ببزی خیلی خوب بینداز سقفم داره طوری نمیشه وقت دارتی کنیشون بگو ساکت بشم ساکت چه ده؟ او رو بابا سکه ده باباشی بریم بیچه بکنم ناراحت میشم برم جودا بشم بودو خیلی خوب بریم چی شد؟ خواست چه ده؟ بشنویس برم گریه بکنم برگردم آگه نگم اکنم ساکتشو سر برم سر مرم هیچی لوام نیست نفهمم کی اونجا چی کار میکنیم؟ اون بچه اونجا چی کار میکنم؟ بازم بچه؟ دیدین آیمونا دیما رو فدا من سلوه سه این نساختن شما پدر شما بچه 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 اکبر آقا گرفتار 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 می شود اومد بای خواهر اومد خدا رو شد تموم شد دیگه راحت شدیم وای والا سومنه چرا یکیشونو برگردوندی؟ چیم دونم وا خواسته نوایشن زحمت کشده خدا مرگم بده اگه عمری باقی باشه یه سناریوی حسابی از این قضایا میشه نوشت اجازه فرمودن تیارتش میکنیم اجازه نفرمودن فیلمش میکنیم بازم اجازه نفرمودن میفروشم و خیال خودمونو راحت میکنیم چه میشه کرد؟ پیش میاد ای بابا داخل همش میباس برا دادای ما پیش بیاد سه تا بچه اونم در عرضی سه چهار رو حرف مف نزن این سه بونی با هم دیگه شیرکه باشد عصبانی نشو شیرکی بابای این بچه ها انگاری همه شون پستچی بودن هر کدومشون که از راه میرسن یه نامه زیر بغلشونه به به اینو دیگه از زیادی نعمت برامون فرستادن یعنی
این یکی رو دیگه از رو نداری سر را نذاشتن؟ بله، این یکی رو به خاطر زیاد داشتن سر را گذاشتن، البته زیاد داشتن بچه. کی بود؟ خاله ایوا آبجیم کوشش الان میاد. خاله ما که فرمودن فرشاشون رو نفروشیم، ببینیم خاله شما چی دستور میدن راجب این بچه ها. چطوری خاله خانم؟ سلام علیکم. بفرمایید. وا خدا مرگم بده، اینجا شده حسابی یتیم خونه. چه خبر؟ بچه ها چطورن؟ همشون خوبن، همشون باید بیان حال من و تو رو بپرسن. سودابه کوچولوش خوبه؟ خوبه خاله. کوچولوهای شما چطورن؟ شکر خدا برد نیستن، دست بوسه دونن. شکر، اصلا دور زمونه برگشته. خبر دارین؟ ساله خانم سی قلو زایده. ساله خانم؟ چه طور باشه؟ سه گلوزو اینه؟ آره شما چرا قد تعجب کردی؟ چی؟ پس پدی روز صبح دوتا دختر یه پسر، قابلشونم منیر سادات بوده، دستش خیلی خوبه. خیلی خوبه استان، سه گلوزو اینست، هموم زایمونش چه روزیه؟ وا مرد چی کار داری به این کارا؟ وا چی شده؟ چرا همتون ساکت شدین آخه؟ شکر خدا کارم خود درست بشدن. شما راجبه چی دارین حرف میزنین؟ مامان سه قلو همون زایمون. خب که چی؟ سه قلو. خب سه قلو. خب یعنی چی؟ یعنی پایان شب سیاه سپید است. 1001 1002 1003. سلام علیکم آقای نشان، بله 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 خوربان شما خواهش میکنم، بفرمید شما بفرمید، شرکت کنید به جای بنده، برید به سلامت. اما مواظب باشید دست گل به آب ندید، سه تا میبرید چهار تا برگردونید. خوبه تو به کار خودت برس باز. بسیار خوب خانم، بسیار خوب، بنده همین الان میرم پشت صحنه تا سانس بعد. موفق باشید، آسمانتان پر ستاره. خدایا کاری بکنید امروز کار ما درست بشه. خاله چون دلم شروع میزنه. آره چی خاله؟ خاطر جمعی نمیز بچه ها خاله بده چه بده بس برجی؟ شما ها دیگه کجا میاد؟ بده من باچم. آره خاله شما بده، شما از همینجا برگردید، ممکنه بشناسنتون ها. ما دیگه هم روشون نره، خدا کنه امروز دیگه دست خالی برگردن. چی تو شد؟ چی جور بلا مصیبتی گرفت باشده؟ بیاین رسیدیم. خب دیگه صلاح نیست من جلوتر بیام، همون اونجاست. تو این محله همه منو میشناسن، اما شماها فقط باید خونسرد باشید. اسم زنوسا هاجر خانومه، هاجر. اسم دلاکشم بدری خانومه. بدری فهمت. نکنه یه وقت انعام یادتون بره ها، حتما بهش باشه. انعام بدین. بذم من بچونم بکر. خوب بخلش کن، خوب شده. خب خیلی دیگه را بیفتید برید، مواظب باشید خاله جونا. نمیدونم چرا اینقدر دلم شور میزنه. امیده به خدا باشه فقط با تو صف بگیم. برو دیگه، بدش من. قربون مصلحت خدا برم، یا نمیده یا ستا ستا میده، قربون مصلحتش برم ایشالله. سلام هاجر خانم. سلام. خسته نباشید، من که از کت افتادم. حالا این بچه ها مال کی هن؟ مال ساله خانوم؟ خدا مرگم بده، حواسم کجا بود؟ بدری خانوم هست؟ بله بله، بدری، بدری بیا اینجا، بچه های ساله رو آوردن، بیا بیا بدری. سلام سلام بدری خانوم، حال شما خوب هستید؟ ماشاءالله ماشاءالله، مبارکه مبارکه، خیلی ممنون. ساله خانم سلام رسون، گفت جون تو جون بچه ها. چی شد؟ تموم شد؟ آره خدا رو شد، برید برید. بودید بودید
نمیشد. هرچی فکر میکنم نمیشد. عجب مکافاتی گیر کردیم و چی نمشه. این حسابی لعنتی را میگم. تلس شده است. هر سرش را که میگیری یه سرش برس. یه قدی فکر کن. حتما درست میشه. فقط یه را دارد. چی؟ برای حجم ایتی پیغون بفرستیم آ بگیم میخوایم دوباره بیایم خواستگاری. جونی من بالا غیرت هم چی فرمودن؟ وگرنه با این وضع این 5 میلیون لعنتی جور نمیشد که نمیشد. اگر زنده رگای گردنمو بجویی من دیگه پامو تو خونه نمازارم. بخوای نخوای عقدی شما دوتا رو تو آسمونو بسته. کی میگه؟ آ این چوت که؟ غلط میکنه. یه چورکه چه مربوط؟ من یه تو بیلیتم گرفتم. ساعت 3 بعد از ظهرم حرکتمه. اون شما و اونم حاج مهدی و اونم خواهرزاده حاج مهدی. دیگه اینم سفت و هادو چکات. خیلی ممنون. خداحافظ. چود که براخ بکشه. تاکسی سلام علیکم تیر ملال میره یا بالا آقا بله میشه اینو بگیریم من پیادشم نه به قرآن نه من دیگه بچه بغل نمگرم نه به حرزت عباس نه ایوه خاک عالم این آقا چرا اینجوری کرد او اخ میرن خود از خارج میارن قول به این مامانی چه ایرادی داره دولت رو بگو که میذاره اینا راست راست واسه خودشون بگردن عجب. خیلی ممنون آقا خدا سلامت خواهرم بابا چه بازیه فروشیه نه جونم تو باز خر نیست اومدن هم همین بساتو داشتی مرغ و خروس و گوز و کسی که زن نداره میباسم هم سفرش مرغ و خروس باشن دادا اذیتش نکن حاج خانم محبت کردن قربون قدماتون شرمنده شدم والله میبخشن هرچی بدون زحمت دادن نه مادر چه زحمتی به والده سلام برسونید خواهش میکنم سلام منم خدمتشون برسونید خاله خانومه چی شد؟ خاله خانومه چی شد؟ اکبر آقا کجا؟ من قول داده بودم یه دختر خوب واسن پیدا کنم یه دختر واسن پیدا کردم مثل پنجه یا افتاد نه خاله خانوم بحث هرچی بلا سرم اومد انشالله یأس خدمت دادم میرسم یأس کدومه؟ من قول دادم همین امروز باید خبرشون کنم منم قولتون میدم اگر یأس عروسی گرفتم خبرتون کنم تشریف بیارین به من بگین عروسیتون مبارک خدا حافظتون باشه خدا حافظ؟ خدا حافظ چیه؟ من به مردم قول دادم خدا حافظ حالا خانم چی طوره؟ مسافره یه سوال شدن کسی جا نمونه بابا عباس به تو چه؟ بابا چرا حالت نمیشه؟ عزیز من بابا بل کن دیگه پیاده شو من جونم مخواهم شاخ بل کن پیاد بیا 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 باید بری پایین بابا مردم ها ناراحت میکنه آقا ساده چی کارش کنی بینا چی کارش کنی عباس بلش کن دم دروازه پیادش میکنی قربه تو حلقه مریض کنید دیگه برید باری کلا شما برید مثل قاطره چموش شاخ در اونجا باید آخرش بچن شما اول ببینم مزخر هستی بچه مشتری آره داری یا نداری خب معلومه میخوام بخرم خب اگه واقعا مخوای بخری پولت من ده بزا با بسون خب بچن
شما هستی و قابلی هم نداره 10,950 تومن. 10,950 تومن؟ با بازیه چی کار کنیم؟ همون جنوها پیادش میبنیم. اینم 3 تومن آخر، خیره که ببینی. ما هم خواه گفتی نداریم، خیلی خوب. حالا بیا، اینم اوصله بود، خیرش بینی. حالا بچه مشتری ها رو پیدا کنیم. خواب آمو جون، بلند شو بساطا جمع کن و برو پایی ببینم، بلند شو پیاده شو بینم، بابا یالا پیاده شو من خودم نه اینکه بوزی داره، نه پیاده میشه، هر شد بوز داره، پیاده شه. بله، این بوز مال منه، بله منه، مالی شما؟ بله یالا بینم، بوز پایی، صاحبی بوزم پایی زن بلند شو، بلند شو، بلند شو، بلند شو، بلند شو، بلند شو، عجب زبلی هم پیره مرده. باید بلا آقا ساده 3,200 تومانی با 3 تا گلگونه. آقا میگم که یه قدیبی رو نگاه کنه. آقا شما هم نزن نزن. آقا جون مذرد میخوام، ممکنه یه لحظه اینو نگه دارید؟ ببخشید خیلی عوض میخواب، این یک کم اگه ممکنه نگر داریم. به چه داریم؟ خوب نیست بار بار. صالحه کیف پولمو دادم به شما؟ نمیدونم، این بچه رو بگیر ببینم. بدش به من. خیلی عوض میخواب، اگه ممکنه این یک کم نگر داریم. آها من میرم کرایه رو بدم. صالحه، صالحه کجا رفتی؟ سب کن ببینم، خودم کرایه رو میرم. سر من دادم مسافره کجا رفتن؟ سوله کجا رفتن؟ رانندش کجا رفتن؟ نگهدار آقای راننده، نگهدار. پس ما کجا داره میره؟ اصفهان. پس من میخواستم برم یزد. یزد چی شد؟ خیلی وقت از یزد اومدیم بیرون، شما خواب بودی. پس من بچه داشتم، 5 تا بچه، نه 4 تا، نه 3 تا بچه تو بغل من بود. آقای راننده نگهدار، جین آقای راننده نگهدار، من میخوام پیاده بشم. چیه؟ چیه؟ چی تا شده؟ اکبر آقا نگهدار، من باعث پیاده بشم، میخوام برگردم یزد، نمیخوام برم اصفهان. نگهدار آقا صادق، نگهدار خوش بارم، خدا رو شکر خوب بگیرم. اگر حقیقت بود بدبخت شده بودم. نگهدار، نگهدار، بیا کنار، نگهدار. چی تا شده؟ فقط میخوام برگردم یزد. اتفاق افتاده؟ هیچی. یعنی چرا؟ خیلی اتفاق افتاده، میخوام برگردم یزد. برو درو بکن بابا، کاری خلافه. به تو چه مربوط آقا؟ من نمیخوام برم اسفان، مگه زوره؟ خیلی خواه، بیا بابا برو کنم. اکبر آقا درست نی؟ پولم نکن، منم زیر ماشین. اکبر آقا قهر نکن، بیا بیا تا 200 تومنه بدم. برد آقا جون، من نمیام، میخوام برگردم یه هست. خیلی خواه، چه مکافاتی شدم. آقا صادق تر بشیری نیاشا یادش رفته ببره. اکبر آقا، اکبر آقا جعبه شیرنیات یادت رفته. چی چی؟ ها بابا جعبه شیرنیات. بدن مسافر را بخورن، خودتونم بخورین، همچی بی مناسبت هم نیست. نگهدار آقا مبارکه. بسه چرا بستدی؟ دست درم بده بخورن. حتما بفرما، خودتون هم بل بردارید. بفرما آقا یه دونه. کم بخوریم آقایی میشه دار ببرم شما ببرم.
تا بیاده برم قدم اون با بشه من یه خود هوا بکلم بکنم خوکی کلم توی تو بوز بندازم تو جد ده یه وقت گالش رو بگیرم یه تا دنده یک عوض کنم و دنده دو سه و چهار رو برم برسم خدا رو شکر خلاص شدم خلاص شدم شکر و عاقبت اکبر آقا عاقبت به خیر می شود. چجوری بگم حالا روم نمیشه چی شد مادر برگشتی به این زودی عزیز شما مواز همین الان 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 برید برا من خواست گره چی؟ عروسی؟ مادر فدا چه الهی خدا نکن عروسیت مبارک bom 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 Boom, 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 boom.